درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای کوبنده و جنجالی آقای علی کریمی خطاب به علی خامنه ای در مورد انتخابات پیش رو. با ما همراه باشید. لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای علی کریمی با توجه به نزدیک شدن به روز انتخابات مجلس شورای اسلامی که حکومت داره براش سنگ تموم میذاره و از همه مردم میخواد که چشمشون رو روی کشدارهای اخیر و تمام سختی ها و بدبختی ها در کشور ایران ببندن و فقط پای صندوق های رأی حاضر بشن و به اون مشروعیتی که میخواد رو بدن حرف بسیار کوبنده ای زده آقای علی کریمی در استوری ها این نقاشی رو منتشر کرد که شرکت در انتخابات انگشت در خون معترضین کشته شده زدنه. در سوریه دیگه ای نوشت محمد بروغنی در زندان 20 ساله شد. با توجه به کشته شدن بیرحمانه پاکبان پل نیایش که یک ارزشی حکومتی فکر کرده بوده میخواد به پرچمها و نماد جشن 22 بهمن حکومت توهین کنه اون رو از بالای پل هل داده پایین علی کریمی نوشت ما همه پاکبان پل نیایش هستیم بعد هم نوشت هیچ کس نام این پاکبان رو نمیداند چرا اگر نامش رو بدونیم امکان از یاد بردنش کمتر میشه اون کیست در توییتر اون رو پاکبان پل نیایش میدونند قاتل اون رو از بالای پل نیایش به پایین پرتاب کرده قاتل به خبرگزاری میزان گفته پاکبان رو پرتاب کردم چون خیال کردم داره به پرچم های 22 بهمن اهانت میکنه قاتل که از اعترافش مشخص فردی متعصبه اکنون در امنیت کامل به سر میبره نشون به اون نشون که نامی از اون هم نیست قتل های کرمان در سال 1381 رو به خاطر بیارید چند آتش به تنبان به اسفناک شکل ممکن چندین پسر و دختر کرمانی رو کشتن چون خیال کرده بودند این دختران و پسران با گپ زدن مرتکب خلاف شعر شدند جرمشون اثبات شد ولی همه آزاد شدند از دم اسید پاشی های دختران اصفهان یادتون هست آه که اینجا حراج انسان است مغول چنین چوب حراج به جان ایرانی نزد که این خدا باوران به نام خدا امیدوارم خدا تا دیر نشده تواند خودش را از دست اینها نجات دهد هر کسی هر طور میتواند نام این پاکبان را پیدا کند این کمترین وظیفه ماست امروز نجات حافظه بزرگترین نبرد ماست بعد هم در سوریه بعدی از گزارش اختصاصی منو تو این مطلب رو منتشر کرد که نام پاکبان پولنیایش الیاس محمدی است بعد هم با هشتک نه به جمهوری اسلامی جنایتکار با انتشار این نقاشی نوشت جوجه ها رو آخر پاییز میشمارند و گوسفندان رو یازدهم اسفند این صحبت های یاشار تبریزی زندانی سیاسی رو هم منتشر کرد که گفته ما با افتخار در زندان میمانیم و تو هم وطنم یک روز در خانه بمان با هشتک گربه نره نظام این صحبت های محمد جواد ظریف درباره خیزش انقلابی مردم رو منتشر کرده که گفته خیال کردن با چهار تا شیون زدن حکومت ساقط می شود. آقای علی کریمی نوشت مهم اینه که الان نه مردم پهن حسابت میکنن و نه همونایی که دوم تکون میدی براشون بعد هم با انتشار خبر فساد اقتصادی غالیباف و حلقه نزدیکانش نوشت رژیم آخوندی روی علی بابا و چهل بغداد رو سفید کردند. با انتشار این تصاویر هم از حرکت کاروان نمادین از خراسان تا فلسطین برای کمک به غزه با هشتک بی های ارزشی نوشت شماها سالم برسید تا قوم غزه پیشکش پول مردم ایران خرج بی های رژیم می شود که هیچ هنری ندارند جز پاچه خاری. بعد هم با انتشار این عکس از خبرگزاری ایرنا که نوشته شده عکس جنجالی منصوری و ستایشی در نمایشگاه رسانه علی کریمی نوشته بده بیاد بعد هم عکس یک ارزشی حکومتی رو منتشر کرده به نام محمد جواد صدقامیز حقیقی که قرارگاه بقیت الله سپاه پاسداران به یک مزدور به نام محمد جواد صدقامیز حقیقی 18 میلیارد تومن بودجه داده تا برای ترویج حجاب اسلامی فعالیت کنه ایشون پول رو گرفته باهاش ملک و ماشین و دلار خریده و خیابونهای پاریس رو متر کنه. در استوری دیگه ای آقای علی کریمی نوشت یادت باشد روزگار میچرخد قدرت خوشی هم بین انسان ها میچرخد روزی کسانی به رویت هفتیر میکشند که در طول عمرشان کبریت هم روشن نکردند در استوری دیگه ای هم با هشتک رای بی رای نوشت دوستان عزیز لطفا توجه کنید و اطلاع رسانی کنید. خواهشمندیم برای آینده ایرانمون برای خونه به ناحق ریخته بچه هامون به پای صندوق رای نرید. دوستان عزیزم به خاطر دهنکجی با این رژیم و حکومت و ارادتی که به جاوید نامامون دارید اصلا و ابدا نگید میرم اسم بچه هامون رو روی برگه های رای می که بخونن بسوزن. چون قرار نیست ما سیاه لشگر این نظام باشیم. حضور در این سیرک مسخره به نفع این جمهوری اسلامی خواهد بود چرا که اون برگه ها هیچ وقت نباز میشه و نشمرده. لطفا آگاهانه و هوشمندانه عمل کنید چرا که هر قدم اشتباه تبلیغات محسوب میشه برای این رژیم جنایتکار. بعد هم با انتشار این عکس از علی خامنه ای در سیرک انتخابات با هشتک رای دهم و مرگ بر دیکتاتور نوشت بیشک پرستیدن گاوی که اون رو میدوشیم بهتر از رای دادن به گاوی است که ما را میدوشد با هشتک بیخاصیت ها هم این خبر رو منتشر کرد که رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بعضی از کشورهای اطراف ما رنگ انتخابات رو ندیدن. آقای علی کریمی نوشت جای امثال این خر بنشانید همین کشورهای انتخابات ندیده بالاترین رشد اقتصادی رو دارن و مردمانشان در آسایش و رفاه زندگی می کنند. به جز کشورهای منطقه که رژیم آخوندی در اون دخالت می کند. در استوریه بعدی هم آقای علی کریمی نوشت نه بزرگ به حکومت کودک کش و مرد دوست. بعد هم با انتشار این عکس نوشت جواب مردم ایران به حکومت ظلم. در استوری دیگه هم با هشتک سیرک انتخابات نوشت من برای شما کشته شدم. شما برای من روز جمعه خونه بمونید. خدا نور ای. بعد هم این صحبت های وزیر کشور رو منتشر کرده که در پاسخ به اینکه چرا به سر معترضان شلیک شده گفت به پا هم زده اند. آقای علی کریمی با هشتک آریامهر محمد رضا شاه پهلوی نوشت امام زمان این بود منتظرش نمون خواب موندی رفت در استوری دیگه هم این توییت رو از محمد پارسی منتشر کرد که گفته در حجاب اجباری هم تراز طالبان هستیم در تورم رقیب بولیوی در آلودگی هوا هم سطح بنگلادش در بی ارزش ترین پول جهان بی رقیبی مو سیرال اون بعد از ماست در اعتبار گذرنامه هم رتبه با کنگو و در فساد اداری کنار سومالی هستیم در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب به زیافت کدام آوردتان برشینیم آقای علی کریمی نوشت دهه زجر آخوندی دهه نابودی ایران و ایرانی تسلیت مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.